سلام گرم به شما عزیزان محترم امیدوارم که روز ایام بهتون خوش گذشته باشه و با ورزش و سلامتی بتونید زندگی خوبی رو برای خودتون مدیریت کنید و به خانواده و زندگیتون به سلامتی بتونید جلو برید در مقدمه این برنامه میخوام به یک گزارش کوتاهی بهتون بگم راجع به کنفرانس فیزیوتراپی انگلیس که هفته پیش در لیورپول انجام شد و میدونم که این بس برای عموم شاید چندان اهمیتی نداشته باشه ولی نکتهی که من میخوام اشاره بکنم اینه که در طی این دو روز کنفرانس که صدها نفر سخنران داشت و 5 6 هزار نفر شرکت کننده به دو تا موضوع اصلی اشاره کردن که تمام سخنرانی راجع به اون بود یکی نحوه زندگی سالم و دومی مدیریت از نظر فیزیوتراپی و نقش فیزیوتراپیست ها در مدیریت مشاغل کاری و رشته های مختلف خب به اون قسمت دومش که کاری نداریم ولی به قسمت موضوع اولش که برگردیم سلامت جامعه در طی این کنفرانس صدها سخنران مقالات خیلی خوبی ارائه دادن راجع به این که چجوری فیزیوتراپیست ها میتونن به سلامت جامعه کمک کنن ی تحقیقات جالبی که جایدن انجام شده تو همین خود انگلیس نشون دادن که از هر ده نفر حدود هشت یا نه نفر از مردم عادی به این اعتقاد دارن که فیزیوتراپیست میتونه نقش خیلی مؤثری داشته باشه در سلامت و پیشگیری بیماری ها همچنین یک نکته دیگهی که جالب اهمیته اینه که در طی این مقالات مختلف و تحقیقات مختلف ثابت شده که تو این رشته های مجموعه ای از شاخه پزشکی که همو پیرا پزشکی میگن تو ایران یا Allied Health Professional رشته فیزیوتراپی نقش خیلی خیلی برجسته ای داره در میان بقیه رشته های پزشکی در پیشگیری و درمان خیلی از بیماری ها اینو به این دلیل اشاره کردم که متاسفانه همجور که قبلا هم بارها اشاره کردم فیزیوتراپی تو رشت، کشور ما به اون صورت شناخته شده نیست و مردم ما هم اطلاع چندانی از درمانها و روش های سلامتی و پیشگیری توسط فیزیوتراپیست ها اطلاع چندانی ندارن پس ببینید فیزیوتراپیست میتونه نقش خیلی موثری داشته باشه اینو تحقیقات هم ثابت کرده و امیدوارم که هر درد و ناراحتی داشتین حتما پیش فیزیوتراپیست محلتون برید و بتونید کمک خوبی ازشون بگیرید خیلی خوب امروز میخوام در ادامه این برنامه به مسائل سلامت در کل جامعه بپردازیم و ببینیم از نظر سلامت و مرگ و میر جامعه ما در کجا قرار داره اینو متاسفانه من چند جلسه پیش میخواستم راجع به این بحث صحبت کنم ولی اینقدر اوضاع وخیمیه که راستش دوست ندارم به این راحتی نمیشه راجع صحبت کرد میتونم اینو به این صورت براتون بگم که از نظر سلامتی جامعه ما به حد بحران رسیده و اگه به جزئیات این به پردازیم قشنگ متفجه میشین که منظور حرف من از این بحرانی شدن سلامت در جامعه ما چیست؟ نکته اول عدم اطلاعات علمی و کافی که اکثر مردم حالا از بچه ها، افراد جوان، مسن اطلاعات پایه و بیسیکی از مسائل پزشکی و سالم زندگی کردن را ندارن. و اونم به خاطر اینکه یا تو مدارس کوتاهی شده یا تو محل کار کوتاهی شده یا تو خانواده کوتاهی شده و این اطلاعات به اندازه کافی به مردم داده نشده مسئله دوم مسئله فرهنگیه که مردم به طور ناخودآگاه به یک سری لایف استال یا یک روش های از زندگی عادت میکنن و بر همون مبنا جلو میرن مسئله سوم مسائل سیاست ها و سیاست گذاری های دولت هست که اینو در یک جلسه پیش راجع بهش به طور مفصل صحبت کردم خب وقتی که ما به کل سلامت جامعه نگاه می کنیم متوجه میشیم که اوضاع خیلی وخیم تر از آنیه که هممون اطلاع داریم متاسفانه بخش سلامت خیلی وسیعه انقدر شاخه های نظام سلامت و مسائلی که سلامت افراد تک تک افراد جامعه را تعیین میکنن زیاد هستن که هیچکی کی نیامده اینا را همزمان به طور کلی مورد بررسی قرار بده یه سری جاها تو یه سری ادارات و شاخه های نظام پزشکی ایران و وزارت بهداشت و سلامت و غیره در یه سری کارهایی کردن ولی متاسفانه با یه سری اطلاعات که برمیخوری متوجه میشی که چقدر اوضاع وخیمه به عنوان مثال یکی دو هفته پیش رئیس بخش قلب و عروق وزارت بهداشت همچین اگه شغلش رو درست گفته باشم یه مقاله‌ای داده بود که بیشتر از 50 درصد مرگ و میر تو کشور ما به خاطر بیماری های قلب و اروغه ببینید این یک نکته ای که به این راحتی نمیشه از کنارش گذشت 50 درصد مرگ و میر به خاطر بیماری های قلب و عروق این نشون میده که چقدر افراد جامعه ما از این بیماری رنج میبرن که 50 درصدشون بعد جراحی ها یا قبل جراحی ها یا در طی این مراحل بستری شدن و غیره متاسفانه جانشون از دست میدن از سکته های قلبی بگیرید از سکته های مغزی بگیرید چون اکثر سکته های مغزی هم مربوط به مسائل قلب و ریه میشن این آمار و تعداد خیلی خیلی زیاده و از نکته بورانی هم رد شده در واقع مثال دیگه ای که بخوام براتون بزنم رئیس قسمت استوپروسس ایران در واقع پوکی استخان هفته پیش اونم اعلام کرده بود که بیشتر از یک سوم مردم ما از بیماری پوکی استخوان رنج میبرند ببینید دو تا آمار من بهتون دادم هر دو تاشون نشون میدن که اوضاع وخیمی داریم متاسفانه ما و میگم چون این مسائل سلامت به اون صورت تو روزنامه ها و اخبار ها به گوشتون نمیرسه هیچ که به اینا اهمیت نمیده من تیه گزارش های مختلفی که نگاه کردم و اطلاعاتی که به دست آوردم به این نتیجه رسیدم که کشور ما در مقایسه با استانداردهای جهانی در حد خیلی و خیلی قرار داره و فاصله خیلی زیادی از استانداردهای سلامت داره و اگه به دور اطرافتون نگاه کنید تقریبا اکثر کسایی را که میبینید یا از بیماری قلبی رنج میبرن یا از بیماری های ریوی رنج میبرن یا بیماری های نورولوژی دارن مسائل داخلی از جمله بیماری های فشارخون تقریبا میتونی بگی اکثر افراد دوربرتون دارن مسائل بیماری های قند و غیره تقریبا دیگه اونقدر سنش اومده پایین که تو سن چل به بالا میبینی که مردم دچار بیماری قند میشن مسائل های شکستگی مسائل تصادفات همین نکته تصادفات رو اگه نگاه کنیم ببینید بیشترین آمار تصادفات و در نهایت بیشترین آمار مرگومی رو و مجروحین را ما در قسمت تصادفات داریم به بیماری قند اشاره کردم ببینید بیماری قند خب معمولا تو همه جا هست و برای همه کس میتونه پیش بیاد بر مبنای شرایط زندگیش البته خیلی میتونیم پیشگیری بکنیم خیلی از این بیماری ها را ولی در جامعه ما اینقدر زیاد شده که آدم باورش نمیشه این همه مردم در سنین 45 دچار بیماری قلب بشن و خب این واقعا ناراحت کننده است و این همه تعداد زیاد از این بیماری ها رن میبرن از مسئله بیماری های داخلی کلیوی و غیره که میتونه اشاره بکنیم و تا همینجوری برین جلو به مسائل بیماری های دیگه مثل سرطان میرسیم ببینید تو این یکی دو دهه سرطان خیلی زیاد شده تو کشور ما البته خب سرطانی بیماری بوده که از چندین هزار سال قبل بوده منتها با اسمهای مختلف و شکلهای مختلف مردم ازش نام می بردن. ولی در طی این یکی دو دهه سرطان یکی از بیشترین مرگ و میره ها رو ایجاد میکنه تو کشور ما و یکی از دلیل اصلیش خب برمیگرده به نحوه زندگی مردم در واقع ولی دلیل دومش که خیلی مهمه از نظر نظام سلامت معاینه و چکاپ و پیدا کردن این سرطان هاست به موقع اکثر مردم که سرطان دارن متاسفانه اگه به موقع شناخته بشه و شناسایی بشه و دیگنوز بشه بیماریشون تو 50 60 درصد از 70 80 درصد اینا رو به راحتی درمان کرد ولی متاسفانه این بیماری در اکثر مواقع خیلی دیر شناخته میشه و در نهایت موجب مرگ افراد میشه مسئله دیگه ای رو که بخوایم بهش اشاره بکنیم بیماری دیگه بیماری نورولوژی مثل بیماری MS هست ببینید دیگه تو ایران فکر نکنم کسی باشه که اسم ام رو نشنیده باشه انقدر شایع شده تو این یکی دو دهه اخیر که همه حتی بچه ها و افراد مسن و کسی که اصلا مدرسه هم نرفتن اسم ام رو شناختن و شنیدن برای اینکه تو هر کوچه و محله این شاید یه نفر گرفته ببینید این مسائل خیلی زیاده بیماری ها خیلی زیاد شدن و اصل نکته اصلی که میخوام بهش بپردازم اینه که چرا ما به اینجا رسیدیم که از اون به عنوان بحران نام بردم من و چه باید بکنیم در کنار این مسئولیت خود ما به عنوان یه نفر در قبال سلامتیمون چیه ببینید این بیماری ها لیست خیلی زیادی هستن فقط مجروحین جامعه امونه که ما نگاه کنیم حالا مجروحین جنگی مدت بودن که اینا هم هنوز خیلی متاسفانه رنج میبرند خیلی از این مجروحان خب یه سری بیماریشون یه طوری که خوب نمیشه ولی 80 درصد اینا هم شاید به نحو درست مدیریت نشده مسئله سلامتیشون و یا به اندازه کافی توجه نشده برای اینکه خیلی از این بیماری ها را حتی اگه نشه خوب کرد باعثی شرایط زندگی و وسایل رفاهی را به نحوی آماده کنی که این نفر بتونه به طور مستقل و با کمترین درد و ناراحتی به زندگیش ادامه بده و مسائل دیگه که بخوایم نگاه کنیم مجروحان ناشی از تصادفات هست که این همه قطع پا داریم قطع دست داریم قطع نخوا داریم که اینا ببینید من اینو قبلا اشاره کردم یه نفری که بیمار نشده که امیدوارم هیچکی بیمار نشه به هیچ وجه نمیتونه تصور کنه یه نفر با قطع پا یا آمپوتیشن پا چجوری میتونه زندگیش اداره بکنه خیلی خیلی سخته اینقدر این قطع عضو ناراحتی برای شخص ایجاد میکنه که تمام زندگیشو دگرگون میکنه تمام مسائل شخصیشو دگرگون میکنه مسائل خونوادگی رو دگرگون میکنه البته فقط این بیماری قطع پا نیست بیما... تمام بیماری ها که طولانی مدت میشن یا کرونیک هستن مزمن این مسائل رو به همراه دارن به خاطر همینه وقتی ما به کل جامعه نگاه میکنیم متوجه میشیم که مسائل سلامت ما متاسفانه به حد خیلی وخیمی رسیده و تو هر بیماری یا رشته پزشکی که نگاه کنیم تقریبا میتونی بگی به جرأت جزء بدترین استانداردها رو داریم و بدترین جایگاه رو در دنیا داریم به همین دلایلی که عرض کردم بایستی مسئولین ما به فکر چاره باشن مردم ما به فکر چاره باشن اگه ما بخوایم اینجوری پیش بریم در 15 سال دیگه خیلی اوضاع وخیمتر شده ببینید اینجوری براتون میگم اگه خدای نکرده یه جای زلزله بیاد طوفانی بیاد یا یه هواپیمایی میفته تمام مردم دنیا اینو مینویسن و راجبش صحبت میکنن و اینقدر سر میشه که یک در نهایت کاری برای آن میشه یا ای تعمیر میشه یا پلنی میذارن بردم ریزی میکنن که بتونن از اون کار جلوگیری بکنن در مسائل مثل زلزله و طوفان و غیره خب یه سری برنامه ریزی های میکنن برای دفعات بعد چجوری با این برن جلو که کمترین تلفات داشته باشه بعد وقوع حادثه ولی در کل جامعه که ما نگاه میکنیم این مسائل سلامت و بیماری ها تقریبا میتونیم بگیم فراموش شده است هیچ برنامه دقیقی نیست که ما بیایم کل سلامت جامعه را به یه نحوی مدیریت بکنیم به یه نحوی برنامه ریزی بکنیم که آمار بیماری قند رو بیاریم پایین آمار بیماری فشارخون رو بیاریم پایین آمار بیماری تصادفات رو بیاریم پایین آمار بیماری سرطان بیاریم پایین با ام اس چجوری برخورد کنیم چجوری سطح زندگی مردم رو تغییر بدیم که خیلی از این بیماری ها به طور ساده بشه جلوگیری کرد ازشون و متاسفانه میگم تو بخش های مختلف یه سری کارا میشه خیلی افراد زحمت های خیلی خوبی میکشند ولی کل سیستم سلامت ما میتونیم بگیم که من به جرات میتونم بگم که هیچ آماری به کل مرگ و میر ما گرفته نشده و نمیخواهندم هم همچی آماری بگیرن چون یهو اگه شما بشنوید به عنوان مثال روزی هزار نفر آدم میمیره توی کشور خب مثل این که هر روز زلزله بیاد توی تو اون منطقه توی اون کشور برای همینه که همچی آمارای ما نخواهیم شنید برای اینکه میبینید همتون مون تا چون یکی تو تبریز میمیره یکی تو مشهد یکی تو شمال یکی تو تهران یکی تو اصفهان یکی به خاطر تصادف یکی به خاطر سرطان یکی به خاطر ام یکی به خاطر مریضی قلبی دیگه ما میگیم خب یارو این مریضی رو داشت این یکی این مشکل داشت به کل سیستم نگاه نمی کنیم به کل سلامت جامعه نگاه نمی کنیم که اگه خدا نکره یه زلزله اومده بود 500 نفر مرده بودن اون همه سر صدا شده بود ولی حالا که روزی با حالا آمار دقیق ندارم با اون مثال روزی 500 نفر میمیرن و در مجموع اصلا به چشم نمیاد هیچ کی راجبش حرف نمیزنه به همین دلیل من فکر می کنم که ما همه دست به دست هم بدیم هر کاری که از دستمون برمیاد انجام بدیم چه از پر کردن و صاف کردن یه چاله تو جاده آسفالت ماشین رو یا بیرون انداختن یه سنگ از پیاده رو گرفته تا مسائل دیگه سلامت از دست شستن و انجام نظافت شخصی و غیره و غیره و غیره یا مسائل دیگه سلامت از ورزش گرفته تا مواد مخدر و غیره و غیره ببینید مسئله دیگه مسئله مواد مخدره تقریبا میتونیم بگیم که نمیدونم من بازم آمارا اینقدر متفاوت راجع مواد مخدر که نمیخوام به آمار کار داشته باشم ولی خیلی خیلی زیاده تو کشور ما متاسفانه و به همراه اون با شروع یک مسئله مواد مخدر ده ها مسئله دیگه پشترش میاد و اومده که خیلی از مردم ما رو درگیر کرده و تمام اینا رو که در نهایت کنار هم بذاریم میبینیم که واقعا یک جامعه مریضی داریم ما از اونور به مسئله استرس جوانان نگاه کنید این همه جوانای ما دچار استرس هستن حالا به خاطر بیکاریه بیپولیه بی خون است یکی یکی مشکل دیگه داره به هر دلیلی که شخص دچار استرس هست یک نوع بیماری داره هفته پیشم راجع به استرس به طور دقیق صحبت کردم ولی در این برنامه بحث من اینه که شما بیاین به دور اطرافتون نگاه کنید حالا از بیماری های زانو درد و کمر درد و اینا رو اصلا ولش کنید بیماری هایی که ناشی و منجر به مرگ نفر میشه به مرگ هموطنانمون میشه به اینا نگاه کنیم خیلی اوضاع وخیمی داریم ما خیلی مردم زیادی دارن جونشون از دست میدن ببینید شما یه بار به دنیا میای و میخوای یه زندگی خوبی داشته باشی خونوادت رو اداره کنی به خونوادت برسی به دوستا و همسایه ها کمک کنی و هر کاری که از دست در میاد انجام بدی ولی همین که یه بیماری خدا نکرده به سراغتون بیاد دیگه تمام این اهداف تو به هم میریزه تمام زندگی تو به هم میریزه و به هیچ کاری تقریبا نمیتونی برسی البته هر چند هستن خیلی از افراد که در عین حاله که بیماری خیلی سختی دارن تونستن با شهامت و قدرت و همتی که دارن به این مشکلات غلبه کنن و کارشون رو جلو ببرن ولی متاسفانه خیلی از این بیماری ها آدم رو میکشه به همین دلیل به کل سیستم سلامت و جامعه ما که نگاه کنیم متوجه میشیم که اوضاع بحرانی داریم ما متاسفانه و بایستی همه با همدیگه برای این مشکلات نظام سلامتمون یک کاری بکنیم من شخصا فکر نمی کنم تو هیچ کشور پیشرفته اینقدر آمار مرگ و میر بالا باشه ببینید برفر شما یه حادثه پیش میاد یه جنگی یه اشاره کردم یه مسئله پیش میاد سری همه میشنون ولی فرق نمیکنه کنه مرگ مرگه مردن مردنه از دست دادن یه نفر مهمه که ما چجوری بتونیم تمام اینا را به یه حدی برسونیم که کمترین آمار مرگ و میره داشته باشه من نمیگم میشه از مرگ همیشه جلوگیری کرد جونا را همیشه نجات داد ولی خیلی از مواقع میشه خیلی از این گمیرا را جلوگیری کرد و یا به تأخیر انداخت یه نفر تو 45 سالگی بمیره یا 60 سالگی بمیره یا 80 سالگی بمیره خب این خیلی فرق میکنه حتی هم باشه ولی تونسته 20 سال اضافه زندگی کنه به عنوان مثال به سرطان نگاه کنید خیلی از کسانی که من اینجا ده ها مریض دارم سرطان دارن سرطان پرستاد به عنوان مثال بیماری خیلی شایعی هست بین مردا یا سرط سرطان سینه بین خانم ها. تقریبا اینجا دیگه به یک چیز خیلی پیش پا افتاده تبدیل شده یکی از مریض هم 6-7 ماه پیش شنیدم گفت من 50 سالش هم بیشتر نیست گفت سرطان پرستاد گرفته خیلی راحت در همون اوایل اینو تشخیص داده بودن و رفت بیمارستان رو یک جراحی کردن یک کارهایی کردن الان هم هیچ مشکلی نداره به ورزشش به زندگیش به همه چیزش ادامه میده و بدون هیچ مشکلی جلو میره ببینید پس حرف من اینه که بیماری ها زیادن مرگ و میر زیاد شده حالا فرق نمیکنه از چه شاخه و چه جهتیه مهم اینه که تعداد مرگمیر و آمار مرگمیر تو کشور ما بالاست و همه با همدیگه باید دست, دست هم بدیم از هر طریقی و به هر حد و توانی که میتونیم به این امر کمکی بکنیم و هم پیشگیری است از خیلی از این بیماری ها میشه پیشگیری کرد فقط و فقط با یک ورزش ساده در هفته دو ساعت در هفته ورزش کنید من بارها گفتم انقدر آمار و تحقیقات خوبی هست برای اثرات ورزش و جلوگیری از بیماری ها که تج نیست دونه بدونه اشاره بکنیم به عنوان مثال بیماری قلب و عروقی نگاه کنیم که آمار خیلی وخیمی داره بیشتر از 50 درصد مرگ و میر به خاطر بیماری قلب و عروقه خب با یه ورزش ساده شما میتونید خیلی از این بیماری ها رو به تأخیر از این مرگ و میرهای ناشی از بیماری قلب و عروق رو به تأخیر بندازید ببین ساده نیست یه چیز که از کنارش بگذریم اگه ما اینو جلوگیری نکنیم و برنامه‌ریزی خوبی براش نداشته باشیم در طی یکی دو دهه اخیر گریبانگیر هممون میشه ما نمیتونیم بگیم آره همسرمون میمیره من مشکلی برای من پیش نمیاد باعثی رو که از این حرف بزنیم نکته دیگه که میخوام اشاره بکنم مسئله لایف expectancy میگن در واقع طول عمر طول عمر تو کشورها متاسفانه خیلی پایینه و اونم باز برمیگرده به عدم مدیریت و عدم اطلاعات خوب از نظام سلامت و نحوه سلامت زندگی کردن پس امیدوارم که یک کم به خودمون بیایم هر کدوممون حالا چه رشته پزشکی هستیم چه رشته ورزشی در هر رشته ای که کار میکنیم اول به سلامتی خودمون نگاه کنیم به سلامتی خانوادهمون نگاه کنیم ببینیم چه بیماری هایی رو داریم سری بریم دکتر سریع ادوایس ها و نصیحت های دکتر رو گوش بکنیم و فقط و فقط به اون دارو نشسبین در هر بیماری که شما دارین نیاز به ورزش دارین و این هم کسی نمیتونه بهتون ورزش درست بده وقتی بیماری دارین جز فیزیوتراپی است و همین دلیل فیزیوتراپی امروز دنیا که اشاره کردم هفته پیش کنفرانسی داشتیم فقط و فقط راجع به مسئله نحوه سلامت زندگی کردن و وظایف و مسئولیت هایی که فیزیوتراپیست ها میتونن تو این کار ارائه بدن پرداخت خیلی بحث مهمیه من در برنامه های دیگه به این اشاره خواهم داشت شما را به خدا میسپارم تا برنامه بعد خدا نگهدار هر سوال و کاری داشتید میتونید به ما تماس بگیرید آدرس ما رو میبینید وبسایت ما رو پایین تلویزیونتون در خدمتتون هستم تا برنامه بعد خدا نگهدار نوید محمدزاده